از وقتی در این منطقه نشانه های بیداری اسلامی دیده شد، فعالیت های ایجاد تفرقه بیشتر شد. تفرقه رو یک وسیله ای اینها می دانستن برای اینکه بر ملت ها مسلط بشن. از زمانی که احساس شد در این منطقه حرف های نو، افکار اسلامی نو، ایستادگی ملت ها، زنده شدن و سرپا شدن ملت ها وجود دارد، پیدا می کند، حرکت تفرقه آمیز دشمنان بیشتر شد. وقتی که نظام اسلامی در ایران سرپا آمد که پرچم اسلام را برافراشته کرد، قرآن را سر دست گرفت، با افتخار گفت ما به اسلام عمل می کنیم و قدرت و سیاست و امکانات و ارتش و نیروی مسلح و همه چیز رو با خود همراه داشت و از اونها استفاده کرد و روز به روز اونها رو تقویت کرد، این حرکت تفرقه آمیز بیشتر شده است. این حرکت تفرقه آمیز رو تشدید کردند برای مقابله با این قیام اسلامی، با این عزت اسلامی. اسلام برای اونها مایه خطر بود وقتی بیداری به ملت مسلمان داد، اما اون اسلامی که دولت ندارد، ارتش ندارد، دستگاه سیاسی ندارد، اموال ندارد، یک ملت بزرگ و مجاهد ندارد، فرق میکنه با اون اسلامی که همه اینها رو دارد. جمهوری اسلامی، سرزمین وسیع، ملت مجاهد، مردم جوان، پرانگیزه، مؤمن، معادن سرشار، استعداد برتر از متوسط دنیا و حرکت به سمت علم و پیشرفت. چنین ایرانی برای اونها البته مایه خطره، اینا الگو درست می شود در مقابل ملت‌های مسلمان. با این دشمنن، ادعای نرمش هم اگر یه وقتی بکنند دروغ است، باطن کارشون خشونت است. باید اینها رو فهمید، باید اینها رو شناخت، باید برای مواجهه با دشمن، دشمنی که نه اخلاق دارد، نه دین دارد، نه انصاف دارد و ظاهر را آراسته میکنه، در باطن یک وحشی به تمام معناست، برای مواجهه با این دشمن ملت ها باید آماده باشند. به نظر ما مهمترین آمادگی امروز عبارت است از اتحاد بین مسلمین، برحذر باشند مسلمان ها از ایجاد اختلاف. فرقی نمی کنه، همه فرق شیعه و سنی ندارد، همه فرق اسلامی باید سعی کنند در اینکه اختلافات فکری خودشون رو در زیر مشترکات فراوانی که وجود دارد از اون اغماز کنن، مورد اغماز قرار بدن.